خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. امشب همیهنان گرامی به چند مسئله اساسی اشاره خواهم داشت. میدونید انتخابات دور دوم مصر نتیجهش اعلام شد، خبرها رو شنیدید و دروغگویه های جمهوری اسلامی رو تا اندازه بهش آگاهی پیدا کردید. اما من از زوایای دیگری امشب به این قضایا نگاه خواهم کرد. اول یه خبری رو از تابناک و اظهارات رئیس روزخانها رو خدمتتون عرضه کنم و بعد بپردازم به بهشت موعودی که آقایان برای مردم ایران ساختن و حالا سعی میکنن این بهشت رو در تمام کشورهای اسلامی به وجود بیارن. تابناک نوشته که در سال روز ولادت نورانی حضرت ابوالفضل العباس، استادان قاریان و حافظان برتر 29 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب محفل نورانی انس با قرآن تشکیل دادن و با تلاوت آیات آسمانی قرآن به حمد و ثنای پروردگار کریم پرداختن. به گزارش تابناک، حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که در اماکن متبرکه آستان قدس رضوی برگزار شد، تدبر در آیات الهی، فهم معارف قرآنی و درس آموزی از قرآن مجید را نیاز اساسی ملت‌های مسلمان خواندند و خاطر نشان کردند. تلاوت قرآن با صوت و الحان زیبا هدف و اصل نیست و باید به عنوان مقدمه ضروری برای خشوع دلها و ایجاد آمادگی برای درک و فهم معارف قرآنی مورد توجه قرار گرفت. ایشان عشق و دلدادگی ملت ایران به قرآن کریم را موهبتی الهی و نیازمند شکرگزاری عمیق پروردگار دانستند و گفتند ملت ایران مفتخر است که پرچم حاکمیت قرآن و اسلام را در دنیای مادی به اهتزاز درآورده و با صبر و استقامت و تحمل دشواری ها روز به روز بر تلألؤ پرچم نورانی می افزاید و با هوشیاری اقتدار و پیشرفت مستمر مکر و توطئه دشمنان را ناکام می گذارد. ایشان عزت اسلامی ملت ایران را از جمله نتایج عمل به درس‌های حیات بخش قرآن برشمردند و افزودند ملت‌های مسلمان از این نمونه درخشان می آموزند که اگر ملتی ایمان داشت، وعده‌های الهی را باور کرد، در راه قرآن و اسلام استقامت به خرج داد و به لبخند و ترفند دشمن اعتماد نکرد، بر پیچیده ترین تجهیزات نظامی و گسترده ترین توطئه‌های سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی پیروز خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به طرح‌ها و اقدامات آمریکا و صهیونیسم برای مقابله با حرکت‌های اسلامی ملت‌های منطقه خاطر نشان کردند دشمنان خونخوار و غدار در مقابل گسترش و تعمیق حرکت‌های اسلامی ملت‌ها مقاومت می‌کنند، اما ادامه حرکت ملت‌ها در مسیر قرآن در این توطئه‌ها را ناکام می‌گذارد. حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل هرچه بیشتر جلسات حفظ و قرائت قرآن کریم و گسترش آموزش‌های مرتبط
با این کتاب الهی را موجب قرآنی شدن بیشتر فضای عمومی کشور خواندند و افسودند با وجود همه عوامل مخرب، شمار جوانان ایرانی که اهل معنویت و دعا هستند با جوانان کشورهای دیگر قابل قیاس نیست که جای شکر دارند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اذعان مراکز بین المللی، شما کجا شنیدید همچین؟ این آقا ول نمی کنه اینو، میگه همه مجامع بین المللی اذعان دارن، چه سیاسی و چه فرهنگی، به اذعان مراکز بین المللی، به 11 برابر بودن سرعت پیشرفت علمی ملت ایران نسبت به متوسط جهانی خاطر نشان کردن. این ملت با تکیه بر جوانان مؤمن خود در همه زمینه‌های علمی، سیاسی و آبادانی به پیشرفت خود ادامه خواهد داد. اما اینجا رو گوش کنید. در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در گزارشی از 29 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم اعلام کردند. در این دوره 103 قاری و حافظ قرآن از 68 کشور جهان در حضور 14 داور بین المللی به رقابت پرداختند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی با اشاره به استقبال بسیار گرم مردم و جهانیان از این مسابقات، حضور گسترده جوانان در میان قاریان و حافظان قرآن را بشارت آفرین خواند و افزود سازمان اوقاف بر اساس برنامه‌ریزی 4 ساله تلاش می‌کند. گوش کنید، به یاری پروردگار 1,000,000 حافظ قرآن و 1,000,000 قاری قرآن پرورش دهند. گوش کردین؟ حالا اینو داشته باش، همه اینو خوندم، خیلی هم خسته کننده است این حرفا بعضیاش، خودم هم حاضر نیستم این دریوری ها و این اراجیف رو بخونم، ولی چون میخوام نتیجه گیری بکنم همینانی گرم لازمه. مقاله هست از آقای اکبر گنجی در سایت رادیو فردا، خیلی جالبه، چون میدونید که آقای اکبر گنجی بارها در این برنامه من ازش انتقاد کردم، نه از آقای اکبر، من نه با آقای اکبر گنجی نه با هیچ کسی دیگه نه دشمنی دارم و نه دوست دارم آدمها رو به لجن بکشم، آدمها رو افکار و عقایدشون رو نفی بکنم، حتی اگه مخالف عقیده منم باشه. شما ثابت شده بهتون و دقیقاً به این مسائل توجه دارید در این مدت که من در تلویزیون بودم. اما بحث من همیشه با آقای گنجی و دوستان ایشون این بوده که شما افشاگری میکنید، این افشاگری ها رو همه مردم ایران میدونن، به خیلی از مسائل اشاره میکنید که بازم اینا مردم ایران میدونن، اما شما به مسائل اساسی اون مملکت که باید افشاگری کنید اشاره نمیکنید، در حالی که در داخل هی میگفتید نمیدونم خاکستری پوش و نمیدونم نورافکنی بر نمیدونم زوایای تاریک کسانی که در اصل بازیکنان اصلی صحنه هستن، اینا همه انتظار داشتن از این دوستانی که در ایران زندانی هم بودن، بعضی‌هاشون هم بنیانگذار بسیاری از این سازمان‌های شکنجه و نمیدونم سپاه پاسداران و بسیج و خیلی از این مسائل بودن، بیان بیرون و افشاگری کنه، از جمله در مورد کشتارهای سال 67، همون دادگاهی که الان در لندن به وسیله آقای صدیق و آقای پیام اخوان تشکیل شده و در این دادگاه صدها هم میهن ما که زجر دیده هستند، چه باهایا، چه مجاهدین خلق، چه احزاب چپ و چه سلطنت را، همه میان در این دادگاه شهادت میدن که چه جنایات مخوفی در جمهوری اسلامی از سال 60 تا سال 67 انجام شد.
همین انانی گرامی، من اعتقاد دارم از روز اول به وجود آمدن رژیم جمهوری اسلامی هر یک نفری که از اون مردم ایران، حالا چه طرفدار سلطنت بود، چه چپ بود، چه مجاهد بود، چه ملی بود، چه هر کس که بود، اینا فرزندان میهن ما بودن. این رژیم جنایتکار و همه کسانی که در اون ابتدا در دولت‌های بعد از انقلاب بودن باید پاسخگو باشن. حالا ولی جای شکرش باقی است که همین آقای اکبر گنجی بعضی وقتا به بعضی مسائل اشاره میکنه که قابل تقدیره. حالا اگه به بعضی ها اشاره نمیکنه، اونا گفتم من همینانی گفتم، من نه قاضیم و نه اجازه دارم راجع به آدم ها قضاوت کنم راجع به مسائلی که اتفاق افتاده. ولی تاریخ بسیار بیرحمه، تاریخ همه این وقایع رو درج میکنه در خودش و بعد میگه. یعنی الان که ما نشستیم راجب فتلی شاه، راجب قاجاریه، راجب صفویه، راجب زندیه، راجب تمام تاریخ ایران، طول تاریخ ایران و از جمله راجب روزخانها و ملاها تاریخ قضاوت میکنه و همه کسانی که در بطن این رژیم بودن و پایه‌گذار جنایات این رژیم بودن. آقای اکبر گنجی به دو سه تا مسئله جالب اشاره میکنه. میگه که آیت الله خامنه ای قانوناً دارای ولایت مطلقه فقیه و قدرت مطلقه رو قانون اساسی همین جمهوری اسلامی به او اعطا کرده و آقای خامنه‌ای در استفاده از این قدرت مطلقه بسیار خوب تا به حال عمل کرده، بسیار خوب، نه قابل تقدیر، بلکه فهمیده که اون بالا نشسته تمام مملکت در اختیارشن. من اینو گنجی نمیگه، اینو من میگم. ما در طول تاریخمون همیهنانی گرامی، در طول تاریخ 2500 سالمون که مدونه و در طول تاریخ 7000 سالمون، من اینو با قدرت بهتون میگم، ما هرگز یه آدمی رو نداشتیم که به قدرت علی خامنه‌ای باشه. یعنی بزرگترین ثروت این مملکت در اختیار این مردک روزخانه، تمام مملکت در اختیار اوست. ما تا به حال داشتیم سلاطین و یک این ور سلاطین، یعنی یه ستون سلاطین بودن، یه ستون هم کسانی بودن که این مسئله دین رو رهبری میکردن. حالا فرق نمیکرد، یه زمان مغها بودن، یه زمان اسلام که آمده این آیت الله و روزخان ها بودن در طول تاریخ ما. فقط یک دوره کوتاهی در زمان رضا شاه ما داشتیم که او مبارزه کرده با ملاها، ولی در تمام تاریخ ایران اگه شما نگاه بکنید همیشه یه ستون مسئله دین بوده. اما الان در مملکت ما همه این قدرت ها جمع شده در یه روزخان، هم قدرت مملکت داری، هم مسئله دین، همش، و با میلیارد ها ثروت هنگفتی که تو مملکت هست و بیرحمی و شقاوت و ددمنشی که در این آدم ها هست. حالا برمیگردم به صحبت های آقای گنج. ایشون میگه کسی که به مقام قدرت مطلقه ارتقا پیدا میکند و خواهان چنان مرتبه ایست با بقیه افراد تفاوت چشمگیر دارد. این تفاوت ها تفاوت های وجودی جسمی و روحی نیست، او هم انسانی است مانند بقیه انسان ها، با تفاوت های طبیعی که انسان ها با یکدیگر دارند. اما تفاوت چشمگیر مقوله دیگری است. این آقای گنجی میگه منظور مقدس بودن آیت الله خامنه ای و این مقدس بودن باید ساخته بشه. کی باید بسازه؟ این مجیزگوهای دوره ور، اینا که همیشه
چون از نظر مغزی آدمای پایین و حقیری بودن، فرق هم نمی کنه در کجا، همیشه در همه جا هست و در همه حکومت ها هم هست. منتها فرق یکی که مجیزه یه شاه رو میگه مثل رژیم گذشته، اینی که او تحصیلاتی داره، نمیدونم فرض کنید حالا یه چیزایی میگه که در حد یه مقداری هم قابل قبوله، نه همش. اما در حکومتی مثل حکومت ملاها به قدری این مجیز گویا احمقانه بود بدون منطقی که آدم دیوانه میشه، که شما یه روزخانی رو که نه تحصیلاتی داشته نه آخوندهای دیگه قبولش داشتن، یه آدمی بوده شلوارشو میکرده توی چکمه میشسته رو موتور میرفته این ور اونور روزخانی میکرده، یه مقداری بهش پول میدادن، بعد دری به تخت خورده، آدمی مثل خمینی اومده، ایشون اومده و شروع کرده با اینا همکاری کردن و جریان سینما رکس آبادان رو به وجود آورده و به تکولی زاده شروع کرده که آقا برو این کارو بکن و سینما رو منفجر کنی و آتیش بزنی مردم، حالا از این چیزا. این آقا حالا اومده در رأس مملکت قرار گرفته به عنوان رهبر معظم. خب حالا فکر کنید که آدمایی که مجیز اینو میگن چه کسایی باید باشه. آقای اکبر گنجی میگه که مقدس سازی که داره انجام میشه فقط به سه نمونهش اشاره میکنه، میگه من برای اینکه متوجه بشید که چجوری از ایشون دارن آدم مقدس به وجود میارن، من به سه نمونه اشاره میکنم، منم مختصر اشاره میکنم. یک، حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه میگوید رهبری در سه سطح انبیا معصومین و ولایت فقیه بوده که از لحاظ اختیار یکه. یعنی این روزخان رو مقایسه میکنه با انبیا و نمیدونم معصومین و اینا، ولایت فقیه رو میذاره جای اینا. ایشون به همان اندازه که از تبعیت از امامان واجب است، تبعیت از رهبری هم واجب است و این با همدیگه فرقی نداره. این رو این آقای محمد سعیدی نماینده ایشون در سپاه گفت. ببینید یکیشون هم میدونی که برادر همین آقا، برادر این آقای سعیدی همون کسی بود که گفت ایشون که متولد شد گفت یا علی، و ماما گفت علی به همراهه، بعدم معلوم شد که طفلی که متولد شده گفته یا علی، یعنی همین علی خامنه. یعنی این بچه حتی راجع به پیامبرم اینو نگفتن که حضرت محمد مثلا متولد شد گفت ای خدا مثلا، یا حضرت علی نگفت یا محمد، نمیدونم یا یکی دیگه فرق نمی کنه. اون موقع که حضرت علی نمیتونست بگی یا محمد، چون هر دوشون تقریبا از نظر سنی خود با هم فاصله، حالا کاری ندارم. ولی در مورد حتی مثلا در مورد خمینی هم اینو نگفتن، ولی دیدن اینا این علی خامنه ای روزخان از نظر اینی که بشه مجیزگوی کرد خیلی استعداد داره. خمینی زد تو دهن اون اجازی معروف که اون اومد گفت امام بگو کی هستی، اون فوری زد تو دهن اون، دید که این میخواد بگه، این بگه که من امام زمان هستم و بدنام بشه دیگه. اون رند بود خمینی خودش، زود زد تو دهن یارو گفت آقا از این حرفا به من نزن، من در این حد نیستم. اما خامنه ای خوشش میاد چون خیلی کمبود داره. خمینی میدونید مراتبش از این خیلی جلوتر بود، خیلی ها قبولش داشتن، اون اتوریته کافی رو داشت، اون قدرت رو داشت که همه رو سرکوب کنه. اما این چون کسی قبولش نداره به آدمای دست سوم و چهارم رو کرده، دست اولیا رو همه رو قلقم کرد، دست دومیا رو همه رو قلقم کرد، مونده این آدمای مجیزگوی حقیر بیچاره که اینا برای اینکه در این سلسله مراتب قدرت باشن به سخیف‌ترین کلمات دست میزنن برای اینکه از این روزخان یه موجودی بسازن مقدس. حالا حجت الاسلام دومیش عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه نیز گفته است خداوند رهبری را به این ملت میگه
رهبری را به این ملت اعطا کرده که فرزند خمینی کبیر و ادامه دهنده راه اوست. رهبر معظم انقلاب امروز به بهترین شیوه جهان اسلام، بهترین شیوه جهان اسلام و انقلابیون را در سراسر جهان اداره می کند. تا جایی که دشمنان امروز به صراحت می گویند بزرگترین مشکل در ادامه دشمنی هایشان علیه ملت ما و ملت های دیگر مردی است که امروز ایران را رهبری می کند و ایشان مانند طبیبی دردشناس هستند که آنچه بیان می کنند بر اساس اطلاع دقیق است که بر اساس بصیرت و شناخت به دست آوردن. گوش کردین؟ حالا سوم میرم از اون مردک حسن عباسی که میدونید میومد میشه سراجی به مسائل مختلف اظهار نظر میکرد و دروغ و دغل و اینا، خودشم یه آدم خیلی مطلع خیلی هم حراف بود. او گفته نظراتی که مقام معظم رهبری میگن باید در موردش مقالات بسیاری رو نوشت، چون زیاده من خلاصه میخوام به قسمت بعدی بپرس. مقالات زیادی نوشت و این مقالات رو حتی در سطح دکترا اینا تز گذاشت. حالا میگه همزمان با این نوع برساختنها راجع به علی خامنه ای، مقدس سازی راجع به خود آقا هم شروع شده. جسمش اوائل انقلاب، میگم اوائل این که روزخان اومد رو کار، اینا میرفتن یه حبقن میدادن ببینید ما چقدر حقارت داریم بعضی هم. یعنی دوره بری ها اینه میگم، نه ماها کنم، یه حبقن میدادن با آقا. این آقای گنجی نوشته، من نمیگم که خودش هم شاهد بوده لابد یا شنیده از نزدیکان خودشون، حبقن میدادن با آقا، میکرده تو دهنش، بعد حبقن رو تو دهنش بر میداشته میداده دست اینا به عنوان تبرک میخوردن. بعد اینا اوائل دوران زمامداری آقا برخی مسئولین که به نزد آیت الله خامنه ای میرفتن از او خواسته بودن تا حب قندی را در دهان گذاشته و به آنها بدهد تا بخورن و شفا بخش این حب قند. بعد من البته در نوفل و شاتو دیده بودم آقای عراقی، همونی که حاج عراقی که کشتنش با احسان پسرش رو، ایشون مسئول چایی بود. این اواخر که دوربر خامنه‌ای زیاد شده بود منم اونجا میشنیدم، میگفت این چایی تبرک شده به وسیله آقا، یعنی چایی که آقا یه ذرهش خوردن من برگردوندم تو این قوری و ایشون تبرک کردن. من براتون بارها گفتم که همین در بعد از این چایی یواش یواش در نوفل و شاتو دیگه دیگ و خورش و اینا راه انداخته بودن و دیگهای متعدد میذاشتن، اکثر اوقات هم چیز دیگه این غذاهایی که درست میکردن مثلا خورش نمیدونم چیه اینی که یادم رفته باور کنید الان یو پرید از خاطرم. حالا اینا رو برم داشتن میریختن هم خورش ها رو توی ظرف کوچیک برنج هم همینطور، بعد میومدن آقای خمینی یکی دوتا از اینا رو میخورد بعد به عنوان تبرک. این خود من دیدم، باور کنید به شرافتم راست میگم، نمیخوام خراب کنم اینا رو ولی راست میگم، می آوردن می ریختن می گفتن آقا تبرک کرد. حالا رئیس روزخان ها یه حب قند می زشته در می آورده می داده به اینا. آخه اینا رو شنیدید شما؟ یه زمانی در ایران می گفتن فلان آقا اهل چیزه، خیلی ازش کرامات زیاد، مثلا کفشاش جفت میشه، حتما شنیدید. نمیدونم آقا مثلا یهو میاد کسی دست میزنه بهش یهو یه حرکت شدید پیدا میکنه، معلومه که از ایشون یه چیزایی صادع میشه که کسی نمیتونه بیشتر از اون نزدیک شه. من خیلی شنیده بودم از این چیز. حالا میگه که دفعه بعدی چفیه آقای خامنه ای شد، اینی که میندازه گردنش، همینی که الان گردنش هم هست، چفیه این دستمال فلسطینی. میگه یکی از چیزایی که بسیار جالب شده برای یه عده اینی که در مجالس سخنرانی آقای خامنه‌ای کی زرنگی بکنه بره این چپیه رو از آقا بگیره و برای همه عمر این چپیه رو بندازه گردنش و افتخار بکنه که این چپیه رو از خامنه‌ای گرفت.
و بعدم خامنه اکثر اوقات وقتی اینا میرن چپیه میگیرن، یا بعضیا یه خورده مثلا پروتر هم میگن آقای انگشتر تو بده، انگشتر میده چپیه میده، و یا به دیگران میگه چون دستش معیوبه این چپیه رو بردارین بدین به این آقا. بعدم هر کس از ایشون طلب میکرده ایشون با رضایت این چپیه رو میده. حالا بعدم بوسیدن دست آقای خامنه، اینا رو همه میگه میاد پایین. بعد میگه که وقتی که کسی به این قدرت رسید همه مملکت در دستش بود، اعلان جنگ، فرمانده کل قوا، وزارت چیز قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، همه نوکرش بودن، بنابراین هر اتفاقی تو مملکت میفته از چشم او میگیره. برای همینه که اینا که این آقا رو بردن عرش، یه عده هم هستن که او رو آوردن به فرش، پایین آوردن. اینا کی هست؟ اینا کسانی هستن که از خود این دستگاه بودن و کسانی هستن که با این رژیم مخالف بودن، ولی اکثرا کسانی بودن که یواش یواش از این بدنه ریختن، فهمیدن همه اینا دروغه، همه این حرف ها و وعده ها دروغ بود، برای اینکه مله ها و آخونده ها بشینن در قدرت و بشینن سوار گرده ملت بشن و چپاول کنن. اصلش اینه، همه اینا میدونن. اینا رو گنجی نمیگه، اینا رو دیگه من میگم، ولی اینو خب گنجی میگه. میگه وقتی که این آقا رو بردن عرش، حالا میارنش فرش. چجوری؟ در افشاگری هایی که از زندان های این رژیم میشه. حرفای آقا رو گوش کردی؟ گفت نوران، این نورانی بودن قرآن، احکام قرآن همه ما رو تحت شعاع قرار داد و از ملت ما ملتی ساخته مقاوم در برابر قدرت های خارجی فلان، 11 برابر این چیز نرمال ترقی جهان همه میگن، در حالی که هیچ کس نشنیده اینا رو. ما نشنید، شما اگه شنیدید بگید. حالا میگه این نامه های سرگشاده زندانیان سیاسی خطاب به او که در کل منطقه بی نظیر است و نمونه مشابهی برای آن نمیتوان یافت در خور اهمیت فراوان است. نامه های عبدالله مؤمنی، مهدی محمودیان، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، سید حسن رونقی ملکی و برخی از این موارد است. این نامه های سرگشاده بهترین ابزاری است که آقا را از عرش به فرش پایین کشیده است. اما آقای اکبر گنجی در قسمتی از این نامه یه چیز دردآوری رو نوشته که من اصلا نمیتونم فکر بکنم. میگه طبق مشاهده یک زندانی سیاسی به یک جوان زندانی که بر و روی داره، یک جوان زندانی در طول یک شب 7 مرتبه تجاوز شده و وقتی صبح به زندانبان شکایت می کند به انفرادی یا به گفته مسئولین زندان به سوئیت منتقل می شود بدون اینکه هیچ کدام از متجاوزین حتی مورد سوال قرار بگیرد. ولی امر مسلمی اینجا در زندان رجای شهر تحت امر شما، فرزندان و شهروندان کشور تحت امرتان با قیمت 250,000 تومان اجاره داده می شود و در این سیستمی که شما مسئولیت آن را دارید هیچ آدرسی پیدا نمی کنند. چرا اینطوری شده؟ جریان اینه، بچه هایی که برا رو دارن به هر دلیلی اینا رو میبرن زندان. اینا رو من نمیگم، چون اینا میگن برای این که بگم این مردک روحانی نما، این دروغگو، این روزخان میگه احکام نورانی اسلام و قرآن جوانان ما رو اینطوری کرده در برابر مهمترین مشکلات دنیا اینا رو نمیدونم محکم کرده فلان کرده فلان. یه جوان زندانی که معلوم نیست جرمش چیه تو زندان، اگر قدرت بازو نداشته باشه، اگر پول نداشته باشه، از طرف یکی از این گردن کلفتای زندان به عنوان همسرش انتخاب میشه، یک جوان، و بعد او کرایه میده او رو شبا، این میره اون 7 مرتبه بهش تجاوز میکنه، بعد از اینکه خوب از این بهره برداری کرد او رو میفروشه. اینا رو من نمیگم، اینا رو این آقا میگه، از خود ایناست. و بعد بچه ها می نویسن که
حقیقت نظام ولایت فقیه در این جملات مهدی محمودیان نمایان می شود که می نویسد در بندهای مختلف زندان رجای شهر عمل لواط به صورت امری معمولی و قابل پذیرش در آمده است که ظاهرا مسئولین زندان برای کمتر شدن آلودگی های آن وسائل بهداشتی مورد لزوم افراد را آزادانه در اختیار زندانیان قرار می دهند. توجه کردید؟ من از صدها مورد از این روابط که با رضایت طرفین و به صورت آزادانه و شاید صرفاً به خاطر چند نخ سیگار و یا یک بار مصرف مواد صورت میگیرد میگذرم. من از وضعیتی میگویم که در این زندان هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیاناً زوری در بازو نداشته باشد و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به دیگران، به زور در سالن‌های مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می‌شود و هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی به دست می‌آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می‌فروشد. آقای خامنه‌ای، این در حکومت عدل علی، حکومت آقا امام زمان که تو به دروغ داره اون حرفا رو اون اراجیف رو سرهم می‌کنی اتفاق می‌افته در زندان‌های جمهوری اسلامی. اما همیاران گرامی، امروز آقای رادان، اون مردک جانی همه کاره ناجا، گفته که من دارم اخطار میکنم. میدونی که از چند دیو قبل شروع کردن مغازه‌هایی که کراوات میپوشن جریمشون کن. گفته که من دارم اخطار میکنم به بیمارستان ها و پزشکایی که مراجعه میکنن به اونجا، شماها کراوات و این بازی ها رو بذارید کنار، وگرنه نیروی انتظامی با شما برخورد میکنه. پلیس ایران درباره کراوات زدن و آرایش پرسنل بیمارستان ها هشدار داد. بعدم گفته که این کار در نتیجه اینی که حجاب و عفاف رو رعایت نمی کنه. میبینید چقدر اینا آدم های درستی هستن. همین خبر رو راجع به همین چیزایی که آقای اکبر گنجی نوشته بود خوندم براتون. عفاف و کراوات زدن و یا یه ذره موی زنها بیرون موندن، اینا جزء مسائلی است که اسلام به خطر میفته. ولی اون چیزا که بچه ها رو تو زندان میفروشن و عمل لواط تو زندان ها انجام میشه و زندانبان ها کمک میکنن به این اراذل اوباش تو زندان ها، اینا که اسلام به خطر نمیندازه. چون اون کسانی که الان در قدرت هستن خودشون از کسانی هستن که یک مسائل ترویج کردن. من دیگه واضح تر از این نمیتونم بگم. همینانی گرام، چی بگم برای شما؟ این آقایونی که سردار زارعی بچه‌ها رو، زنای مملکت ما رو لخت میکنه و میگه نماز بخون، اینا اسلام به خطر نمیندازه. یا آخوندی که میره شوهر یه زنی رو میرفسه به مسافرت و زن خودش هم میرفسه خونه مادرش و به این میگه امروز من تو هستیم، بعد عمل کارای انجام میدی که شما در هر فیلم پورنو هم اونو نمیبینید، اینا اسلام به خطر نمیندازه. اسلامو کسایی به خطر میندازن که کراوات میزنن مثل من. یه ذره موشون بیرونه، دو نفر مشروب خوردن محکومشون کردن به اعدام چون دفعه سوم بود، میخوان اعدامشون کن. اینو خبر رسمی. اینجاست که آقای مرسی براش مصاحبه دروغ درست میکنه. خبرام شنیدی؟ خبرگزاری فارس با کمال وقاحت نمایندش نوشته که من با آقای مرسی ملاقات کردم و ایشون مصاحبه کرده با من. یک سری اراجیف و دروغ از قول آقای مرسی نوشته. بعد این جالبه که خبرگزاری ایرنا نوشته آقا چرا دروغ میگی؟ حتی اون صحبتهایی که تو دهان ایشون هم گذاشتن دروغ بوده. آقای مرسی اصلا این حرفا رو نزده. تاریخچه از آقای مرسی هست. من دو تا
گزارش تصویری دارم براتون از بی بی سی، هیچ هم عیب نداره همینان گرام، من در برنامه وسیله ندارم که به شما فیلمی نشون بدم یا یه چیزایی نشون بدم که شما آگاهی بشید. ممکن اصلا در طول روز شما هرگز فرصت نکردید این فیلم‌ها رو ببینید یا راجع به این مسئله، چون اسم بی بی سی هم زیرش هست، بنابراین من ممنوعیت ندارم. از وارتان خواهش میکنم این قسمت، این راجع به آقای مرسی که این کیه و چی کار است و اینا، در مصر راجع به آقای مرسی باید، من اعتقاد دارم چقدر خوبه تمام کشورهای عربی و مسلمان صاحب حکومت‌های مذهبی بشن تا مثل مملکت ما مردم بفهمن که اینا اکثر حرفا که میزنن تبلیغه نه عمل. دیدیم نمونه شو، دیدیم امروز تو مملکت ما داریم میبینیم. حالا خواهش میکنم از وارتان این بیوگرافی آقای محمد مرسی رو برای شما پخش کنید، بی بی سی خیلی جالب نوشته، یعنی بهش اشاره کنید، گوش کنید. محمد مرسی نامدار اخوان المسلمین در روز انتخابات برای رأی دادن عجله‌ای نداشت. اخوان المسلمین بیش از 80 سال برای رسیدن به قدرت صبر کرده بودند. آقای مرسی در همش در مسابقه قلابی شد خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، محمد راجع به این آقا نوشته همه رو دروغ نوشته، محمد مرسی نوشته برای شورای نظامی این کاری کردی در حالی که ایشون میگه من به اونا احترام میذارم، فلان کنم، راجع به اسرائیل خط و نشان کشیده، راجع به خیلی جالبه همه حرفای دروغ و از قول خودش چپونده تو دهن آقای مرسی. مواد دانشگاه زقازیق به ایشون گفتی شما مثلا برید عربستان، به مدت 5 سال نماینده مستقل برم عربستان، روابطتون با ایران گفته بسیار خوب، ما روابط متعادل داشته باشیم، پریده به آزادی و عدالت همه اینا دروغ هنری با پیوندهای مستقل با اخوان المسلمین. حالا محمد مرسی این آیات نورانی قرآن و این مملکتی که به هیچ دیگه اینا ساختن نامزد اصلی اخوان رد صلاحیت شد، آنها همه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران اعلام کرد که 18 بانک دولتی و خصوصی، 18 بانک دولتی و اما در سال 42 میلیارد دلار تلاش برای ترور جمال میلیارد دلار از بانک مرکزی گرفتن ممنوع شد، اما گزارش اما در زمان هزینه دلارهای دریافتی ارائه ندادند و در صورت ادامه این روند این موضوع به شورای عالی انتظامی ارجاع خواهد شد. همین محبوبیت پنهان بود که ریاست جمهوری را نصیب آنها کرد. محمد مرسی میگوید قوانین اسلامی سختگیرانه شبیه به عربستان سعودی به اجرا نخواهد گذاشت. او در مبارزاتش وعده ثبات، عدالت و رفاه داد. آقای مرسی میداند که شورای عالی نظامی رقیبی جدی برای اختیاراتش است و برای همین شمشیرها را از رو نبسته. ما با ارتش هیچ مشکلی نداریم، آنها فرزندان مثلند، آنها از همین مردمند. اینا به من مراجعه میکنن، اقلیت های دینی مثل مسیحیان قبطی در انتخابات از محمد مرسی حمایت نکردن. حالا اگر همینطور در گروه های غیر مذهبی و لیبرال که سابقه دستگیریش را در جریان اعتراض ها به حسنی مبارک برای انقلابی دانستنش کافی نمیدانند. محمد مرسی میداند که برخلاف اخوان المسلمین بسیاری از رسیدن او به مقام ریاست جمهوری خوشحال نیستند. برین در بهترین نقاط آمریکا در این کالیفرنیای جنوبی تاجدین بی بی سی و در کانادا در ونکوور ببینید چه خبره. ببینید این آقایون که آقازاده ها و آقایون که پول ها رو برداشتن دارن سرازی شدن به خارج، ببینید چه کار دارن میکنن همینانی گرام. بله حالا اینم از وارتان خواهش میکنم یه فیلم بهتون نشون بده، بازم این مال بی بی سیه، این فیلم هم مال بی بی سیه، راجع به چپاول اموال مردم ایران در میادین مشترک، گوش کنید. این وضعیت اقتصادی مملکت ماست، اون چپاول بانک هاست و میبینید چجوری احمدی نژاد رفته برزیل، این خبرم شنید، بی اعتنایی کامل، هیچ کس نیومده فرودگاه دعوتش، رئیس جمهور خانم روسوف اصلا حاضر نشد باش ملاقات کنه، فقط موقعی که میومده دو سه تا از این گاردایی که آوردنش تا فرودگاه وایستادن با مسلسلاشون بغلش عکس گرفتن، بعد بلند شده رفته به
ونزوئلا پیش چاوز که حالا صحنه‌ای از اون رو می‌بینید، نشسته با آقای چاوز، نه زبونی میدونه، مترجم بردنش، مسابقه بسکت رو نگاه کن، اینجا مسابقه بسکت رو داره نگاه میکنه توی ونزوئلا با آقای چاوز. اصلا به احمدی نژاد بگین بسکت آمریکای جنوبی یا آمریکای شمالی، اصلا تو میفهمی؟ حالا کار نده، اون میخنده، اینم میخنده، اون دست میزنه، اینم دست میزنه، و یا 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 یا, یا, یا اینجوری میکنه و هیچی دیگه. اما صحنه‌های دیگری هم تو این عکس ها هست، و اون نگاه کنید، احمدی نژاد گوهم، بله، توی برزیل، اینجا هم تظاهرات مردم بر علیه احمدی نژاد که به عنوان جانی که در ایران صدها نفر رو زندان کردن و کشتار کردن و اینا، دارن بهش میگن که برگرد به مملکت خودت، و با این عکس العمل روبرو شده. فرماندهان نظامیشون، آقای مصطفی ایزدی در گفت، یعنی فرمانده نیروهای مسلح ایران، تهدید معاون فرمانده نیروهای مسلح، گفت مصطفی ایزدی، سردار مصطفی ایزدی در گفتگوی با فارس تهدید کرد که هر گونه حمله به ایران با واکنش شدید ایران و نابودی اسرائیل روبرو خواهد شد. او تاکید کرد که تهدید علیه نفت ایران نیز با پاسخ شدید ایران مواجه خواهد شد. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت که دشمنان جمهوری اسلامی ارکان بازدارندگی ایران را می‌شناسند و او تسلط بر اقتصاد جهانی و امنیت اقتصادی و انرژی جهانی را از جمله این ارکان، یعنی پیش گفته اگه کوچکترین عملی انجام بدی ما تمام راه از جمله مسئله تنگه هرمز رو به اجرا می‌ذاریم. یکی دیگه، جانشین فرمانده سپاه، به آخرین فرازها داریم نزدیک می‌شیم و به امید قرآن و خدا و بشارت خداوندی از این فراز هم میگذاریم، یعنی جنگ، یعنی جنگ. ما با یک همچین آدم هایی روبرویم، همینانی گرام، آدم هایی که حتی اینا که عرق ملی ندارن، اینا حالیشون نیست، میگن پولار دادیم بیرون و بچه ها و آقازاده ها، بعدم در میریم، بعدم مملکت میکنیم سرزمین سوخته. اینا براشون مهم نیست. اینا براشون مهم نیست، همینان گرامی، که مملکت ما با یک فاجعه روبرو بشه. دارن روز به روز بیشتر مردم رو تحت فشار قرار میدن. و من نمیدونم، من نمیخوام نسخه برای کسی بنویسم، من نمیخوام به مردم بگم آقا این فشار بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد. برای این همیهنان گرامی که من در خارج از کشور اعتقاد دارم باید همه نیرو و توانمون رو بذاریم، مثل همین دادگاهی که در لندن داشته شد، برای رسوا کردن بیشتر رژیمی که به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی حاضر نیست میهن ما رو به این زودی یا دست از سرش برداره. ما با اتحاد همه نیروها، چه در داخل و چه در خارج، کسانی که به دموکراسی و مردم سالاری اعتقاد دارن، نه کسایی که اعتقاد دارن، باید نذاریم کشورمون بیش از این چراگاه این ددان بشه. همینان سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.